سر خط خبرها، اولین ویدیوی ملا محمد یعقوب. خواست معلمان در کابل، خواست روسیه از همسایگان افغانستان، و در اخیر اتهام آزار جنسی علیه بنیانگذار فیسبوک و همسرش. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خوش آمدید به یکی از ویدیوهای چینل وان اسمارت. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر ما کانال ما را سابسکرایب نمایید. افغانستان انترنشنال روی برگه فیسبوک خود پست نموده است. اولین ویدیو از ملا محمد یعقوب، وزیر دفاع طالبان و فرزند ملا محمد عمر. طالبان برای نخستین بار ویدیوی از ملا محمد یعقوب، سرپرست وزارت دفاع این گروه و فرزند ملا محمد عمر، منتشر کرده است. ملا محمد یعقوب در این ویدیو در حال سخنرانی در شفاخانه محمد داود خان در کابل دیده می شود که مربوط به وزارت دفاع افغانستان است. او از تاجران و سرمایه‌داران افغانستان خواست تا در بخش صحت کشور سرمایه گذاری کنند. این در حالی است که روزنامه اشت صبح می نویسد معلمان کابل، زمستان در راه است، باید معاش ما پرداخت شود. اشت صبح کابل، شماری از معلمان در کابل در قطعنامه به پرداخت نشدن معاشاتشان اعتراض کردند و از طالبان می خواهند تا قبل از فرارسیدن زمستان معاشانها را پرداخت کنند. معلمان در کابل روز چهارشنبه 5 عقرب با نشر قطعنامه گفتند که بحران شدید مالی در پی تحولات اخیر، بلند رفتن نرخ مواد اولیه، فرارسیدن زمستان و پرداخت نشدن به موقع معاشات آنان و دیگر کارمندان دولتی بر مشکلات اجتماعی آنان به گونه جدی افزوده است. آنان خودکشی معلم در کارت نوشهر کابل و نیز جان باختن یک ملازم مکتب در بدخشان را نشانه از وقوع فاجعه انسانی و مرگ تدریجی می دانند و از طالبان می خواهند تا هرچه زودتر معاشات آنان و کارمندان دیگر دولتی را پرداخت کنند. در همین حال آنان در قطعنامه‌شان از سازمان ملل متحد خواستند که نظام آموزشی افغانستان را فراموش نکند و کمک های مالی بشر دوستانه خود را در حمایت از معلمان در افغانستان ادامه دهد. گفتنی است که در پی سقوط نظام و قدرتگیری طالبان در افغانستان، شمار زیادی وظایفشان را از دست دادند و معاش هزاران کارمند دولتی از جمله معلمان پرداخت نشده است. این در حالی است که خبرگزاری افق می نویسد خواست روسیه از همسایگان افغانستان از حضور نظامی ناتو و امریکا در خاک خود جلوگیری کند. سرگی لاروف، وزیر خارجه روسیه که در دومین نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسای افغانستان در تهران به صورت مجازی سخنرانی میکرد، از همسایگان افغانستان خواست تا از حضور نظامی نیروهای آمریکایی و ناتو در خاک خود جلوگیری کنند. آقای لاروف در این نشست به وضعیت افغانستان اشاره کرد و گفت که بازگشت افغانستان به عرصه بین المللی دشوار اما در عین حال انکار ناپذیر است و افزود که گروه های تروریستی فعال در افغانستان از خارج هدایت می شوند و توریست ها تلاش دارند در پشت پناهجویان به کشورهای همسایه افغانستان نفوذ کنند و از کشور مشخص به عنوان هدایت کننده گروه های تروریستی نام نبرد. اما بیشتر مقام های روس امریکا را متهم کردند که تروریست های داعش را از عراق و سوریه وارد افغانستان می کنند. انتقاد تلویزیونی از نشست تهران، حمایت از نشست مسکو. وزیر خارجه روسیه نشست تهران را مؤثر خواند اما تاکید کرد که فرمت مسکو درباره افغانستان سازنده است و جایگزینی برای آن وجود ندارد. نشست مسکو هفته گذشته با میزبانی مسکو و اشتراک 10 کشور منطقه و هیئت طالبان برگزار شد، اما وزارت خارجه ایران آن را بی‌نتیجه خوانده بود. این مقام روس گفت من چند قبل در نشست مسکو سخنرانی کردم و امیدوارم نشست های افغانستان به جای موازی کار به دنبال تکمیل هم باشند. وی تاکید کرد که کنفرانس برای کنفرانس باید کنار گذاشته شود
و کارها با محوریت سازمان ملل عملیاتی باشد. سرگی لاروف در سخنرانی خود همچنین بر رساندن کمک های بشر دوستانه به افغانستان تاکید کرد و گفت که در آینده نزدیک محموله ای از کمک های بشر دوستانه روسیه شامل دارو و اقلام ضروری به افغانستان ارسال می شود. او افزود سازمان ملل متحد باید نقش هماهنگ کننده در کمک به افغانستان ایفا کند. زمان اقدامات عینی در این زمینه فرا رسیده است. با گفته آقای لاروف، مسکو بسیج تلاش های جهت کمک های مالی و بشر دوستانه به افغانستان را ضروری می داند. ای در بخش دیگر از سخنانش بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید کرد و گفت که باید منافع همه گروه ها و قومیت ها در افغانستان رعایت شود و از ایجاد یک دولت کاملا فراگیر در افغانستان حمایت میکنیم. لاروف گفت باید حقوق زنان و مذاهب محترم شمرده شود و با قاچاق مواد مخدر و تروریسم در افغانستان و کشورهای اطراف آن مبارزه شود. نشست تهران با اشتراک روسیه و کشورهای همسایه افغانستان امروز با سخنرانی معاون رئیس جمهور ایران آغاز شد. پاکستان و ایران بر امنیت مرزی و کمک های بشری به افغانستان تاکید کردند و وزیران خارجه پاکستان خواستار تعامل جهان با طالبان و آزادسازی داروهای افغانستان نیز شد. چین همچنین گفته است که روابط دیپلماتیک با طالبان ادامه می دهد و در زمان مناسب میزبان نشست سوم کشورهای همسایه افغانستان خواهد بود. این در حالی است که اتهام آزار جنسی علیه بنیانگر فیسبوک و همسرش، دو تن از کارگران خانواده بنیانگذار فیسبوک زاکربرگ و همسرش را به آزار اذیت جنسی متهم نمودند. با گزارش سپوتنیک به نقل از این بی سی، دو نفر که قبلا در خانواده مارک زاکربرگ بنیانگذار فیسبوک کار میکردند، از او و همسرش پریسلا به دلیل آزار جنسی و تبعیض شکایت کردند. شاکیان این پرونده خانه سامان و مسئول امنیت خالق فیسبوک هستند. علاوه بر این، زوج زاکربرگ به تأخیر در پرداخت دستمزد کارکنان شخصی خود متهم هستند. در همین حال بن لابود سخنگوی خانواده زاکربرگ گفته است که تایید این اتهامات غیر ممکن است. با تشکر که تا آخرین ویدیو همراه من بودید. منتظر پیشنهادات و انتقادات سالم شما هستیم. تا ویدیوی دیگر بدرود. الله حافظ و نگهدار شما باد.